سلام به شما بیننده های خوب تیوی پلاس، شبتون بخیر. در خدمتتون هستیم با یه برنامه دیگه. گزارشی داریم از رونمایی کتاب هنرمند شناخته شده سرکار خانم بهاره رهنما، پای به جاده زدن، روایتی زنانه از زندگی زنان همین شهر هستش که پیشنهاد میکنیم این کتاب رو از دست ندید. اتفاقا تو این زمونه‌ای که میدونم همتون شاید بهونه‌تون این باشه که وقت کم هست برای کتاب خوندن، کتاب کوچکیه، تو مترو، تو اتوبوس، تو هواپیما، تو وقتای اضافه‌ای که داریم حتما میتونیم که این کتاب رو بخونیم. خوشحال میشم که با ما همراه باشین. خوشحالم که یک استادی که واقعا عاشق شعراشم و شخصیتش، آقای بهمنی، به همزمان با ورود من رسیدن و من اولین تقدیم کتابم برای استاد بهمنی نوشتم. اینو خیلی به فال نیک میگیرم، برای اینکه این نمایشنامه من یا حالا این کتاب من خیلی سرشار از شاعرانگیه و من خیلی مدیون شعرهای عاشقانه ای هستم که خوندمشون بابت نوشتنه. در خدمت خانم بهاره رهنما هستیم. امشب شب رونمایی آخرین کتابی هست که از ایشون منتشر شده، پای به جاده زدن. خانم پای به جاده زدین؟ من که پای به جاده زدن هستم، پای به جاده زدنه، چون یه آدم های پای به جاده زدن نیستن دیگه، یه آدم های هستن. خیلی خوشحالم که کتاب توی روز مادر، روز تولد حضرت زهرا در واقع متولد شد و این اولین جشن امضای کتابه، چون تقدیم کتاب برای مادر و مادرهای مانه و رویاهایی که به باد دادن، چون به نظرم واقعا مادرهای ما، یعنی نسل قبلی، شاید بگیم نسل اول بعد از انقلاب، زنهایی هستن که خیلی ایثار کردن و دیگه اصلا نمونه شون پیدا نمیشه، دیگه این اتفاق اصلا نمیفته، انگار که ژنتیک تغییر کردن. از بابتی من خوشحالم بابت اینکه زنهای جدید، دخترهای جدید، نسل سوم و چهارم بعد از انقلاب بیشتر قدر خودشونو میدونن، ولی خب اون شاعرانگی و لطافت و مادرانگی که در وجود مادرهای ما بود هم یه ایثار بود دیگه، شاید برای خودشون. الان مامانای ما همهشون، مامان من امشب شب جشن تولد کتابم انقدر مریض احوال بود که نتونست بیا، ولی زیبا بود دیگه، با وجود اینکه مثل یه شمعی که خودش میسوزه و اطرافش رو روشن میکنه. خانم رهنما، برای این کتاب دوست دارم بدونم که از روزی که ایده به ذهنتون رسید تا روزی که کتاب کاملا خلق شدنش به پایان رسید چقدر زمان گذاشتین و چه در واقع مراحلی طی شد برای انجام شدن نوشتن این کتاب؟ والا این کتاب در واقع اتفاقی که براش افتاد این بودش که من داستانم خیلی با الهام میاد، یعنی یه چیزی میاد توی سرم و یه مدتی درگیرم میکنه و بعد از اون مدت متولد میشه. این کتاب مجموعه ای از قصه های مادرانه، قصه های زنونه بود که هی اطرافم اتفاق میفتاد و تقریبا میتونم بگم 80-90% این کتاب مستند زندگی زنهای اطراف منه و شخصیت ها همه شخصیت های واقعی، حالا با تغییر اسم و مکان ها و با اجازه ای که ازشون داشتم، و همش فکر میکردم که چون من توی آرایشگاه معمولا زنهای زیادی رو میبینم که شاید به نظر خوشحال بیان ولی انگار که توی خلوتی توی ذهن خودشونن. داستان پای به جاده زدن توی آرایشگاه میگذره که این زنها میان در کلام و بیرون یه چیزی میگن، در درون ذهنشون چیز دیگه ای میگذره و خب با همه اون غم ها و مشکلاتی که دارن حالا برای زیباتر شدن توی آرایشگاه گرد هم دیگه اومدن. و این ایده خب از آرایشگاه های زنانه ای که خب من چون کار هم تبلیغات میکنم هم به عنوان بازیگر خب جاهای مختلفی دعوت میشم، خیلی این ایده به ذهنم رسید که چقدر آرایشگاه های زنانه پر از قصه است و ما اگه یه صداهای ذهن اون زنها رو بشنویم چه اتفاق عجیبی میفته.
نمایشنامه پای به جاده زدن یه بخش زیادیش صداهای ذهن اون زنها، صدای قلبشونه به نظر من، و بخشش هم گفتمان و مراودهیه که به عنوان زنهای اون در آرایشگاه با هم دارن. یعنی برای بابام جان راهنما، دختر خانم شما از بچگی اینقدر پر انرژی و شیطون و باهوش، و چون الان میبینیم که تو بزرگسالی تو هنرهای مختلفیشون میدرخشن، همینطور تو حوزه ادبیات. مخلصتون هستم. جوابتون مختصرا اینه که بله، بسیار بچه ویژه‌ای بود و یه اشاره‌ای دارم، مثل حتی دختر خودش پریا که من در مورد بهاره که خیلی غفلت کردم، در مورد پریا دفترچه‌ای دارم، یه خاطراتی راجع به پریا نوشتم، یه جمله خیلی جامعی دارم که درست حدود سالهای مثلا 79 نوشتم که پریا لابد یک سال و نیم دو سالش بود، نوشتم به کودکی بالغ بود. بهاره واقعا بچه استثنایی بود از وقتی که روپا شد. بله، بسیار عالی. دوستان بدونم که بین شما چه میگذشت توی اون کودکی، چی صداش میکنی؟ بچه بسیار زیبایی هم بوده، تا اونجا که ما شنیدیم میگن زیباییش از کودکی در چشم بوده. آره، چه نکته قشنگی رو اشاره کردیم. بچه ها به هر حال همه دوست داشتنی هن. همه، این کلمه لطیف ها میشه به کار برد، همه لطیف هن، همه دوست، جامعه، کلمه جامعه در موردشون، اگه نخواهیم زیبا بگیم که همشون زیبا هن. ولی بهاره یه فرم خاصی بود. بهاره از کودکی هم رفتار و منشش بسیار جامع و ویژه بود، بسیار جالب و دیدنی بود، و همین که چهرش، صورتش سوال شماست و من در حاشیه رفتم، این بچه از بچگی صورتش بسیار فیت و فیکس و قشنگ بود، خیلی فیت و فیکس و قشنگ، یعنی فرمدار بود. آقای راهنمای عزیز، توی سالهای اخیر دختر خانم شما فراز و نشیبای زیادی رو تحمل کردن و خیلی جسورانه و صمیمانه در واقع در فضاهای مجازی و رسانه ها همه این فراز و فرودها رو با مردم به اشتراک گذاشتن. از مسائل کاریشون، گیر و گرفتاری ها، جداییشون، ازدواج مجددشون، حتی مراسم عروسیشون، دلم میخواد بدونم تو همه این اتفاقها شما به عنوان پدر کجا ایستاده بودین و نگاهتون، نظرتون چه بود؟ من پشت پنجره ایستاده بودم. الان هم اگر حس کنید واقعا تمام بدنم دارم میلرزه. من از پشت پنجره عاشق بهاره بودم. بعدم بیشتر سرگرمش همین هنرش بود، هنرهای مختلفی که داره. بهاره خیلی قشنگ چیز می‌نویسه، قشنگ شعر میگه، سناریوهایی که می‌نویسه واقعا جامع و بی حرفه، نقشایی که بازم نقش آفرینیاش، هم با اینا سرگرم بود. ابتدا به ساکن در یه نشستی با من و پدر، با من و دخترش، بذارین خیلی روشن نکنم، گفت من زندگی مجردی رو دوست ندارم. توضیح نمیدم براتون، متوجه این؟ بله متوجه. من دوست دارم خانواده داشته باشم. این بود که ما اصلا موندیم دیگه و ازدواج کرد. ازدواج خیلی خوب و خیلی هم راضی هستیم و خیلی موفق، و کاش همینطوری همیشه بهار خوشبخت و موفق باشیم. انشاءالله زیر سایه شما و مادر محترمشون. یه سوالی دارم، یه مقدار فانتزی تر این سوالم. توی کارهای بهاره، حالا کارهای بازیگریش منظورم هستش یا کارهایی که کارگردانی کرده، کدومش برای شما خیلی خاطر انگیز و دلانگیز بوده و خیلی از دیدنش در واقع لذت بردین؟ چشمایی که مال توست خیلی خیلی تاثیرگذار بود. الانم به هر حال مورد زیادی پیش اومده، ازش خواستن تکراری باشه. تکراری از خواهش میکنم، حتما بیام ببینی. بله، من نمایش رو دو سه بار دیدم، فوق‌العاده است واقعا. فوق‌العاده. دوره همای زنان شکسپیر خیلی جالب بود، خیلی جالب بود که متاسفانه مکافاتش هم داد. Yeah, yeah.
خاطر روز مادر با کتاب من خریدم، خیلی خوشحالم. قدم دیگه هیچ کار نمیگیره. ریز دو اومدیم. منم خیلی بخونی ها درست من. البته پریا خونده. من اول یه فایل این کار رو اولین باری که پتام یه چیز تموم شده داشتم واسه تو فرستادم. دوید جناب آقای عباسی هستیم، همسر خانم بهار رهنما. سلام عرض می‌کنم قربان، خیلی خوشحالم که می‌دونید ما اولین بار دقیقاً روز بعد عروسی شما رو دیدیم. خیلی خوشحالم دوباره در خدمتتونم. سلام عرض می‌کنم، منم همینطور خیلی خیلی خوشحالم. شما یه گزارشگر بسیار عالی و همیشه برای ما اتفاقات خوب اومده، گزارش زدید و رقم زدید. خواهش می‌کنم، شما به من لطف دارین. جناب آقای عباسی، شما کتاب‌های خانم رهنما رو خوندین؟ تقریبا از این دهمین جلدش بود فکر کنم 4-5 تا، دو سه تاش هم خودشون برام خوندن. بسیار عالی، اون فکر کنم براتون لذت بخش‌تر بوده وقتی خودشون می‌خوندن. دقیقاً موقعی که می‌رفتیم سفر، حالا تو پرواز یا تو ماشین، شروع می‌کردن خوندن کتاب. ایشون خیلی علاقه به کتاب خوندن دارن، درست برعکس من بودن، ولی تقریبا الان ما رو تو این جهت هدایت کردن که شروع کنیم به خوندن کتاب. در واقع ویژگی آثار ادبی ایشون رو شما چه میدونین؟ یعنی وقتی کتاب هاشون رو میخونین چه ویژگی برای شما بارز هستش و تو ذهنتون تداعی میشه؟ بیشترین اتفاقاتی که هستش این داستانهایی که داره مینویسه خیلی روون و سلیس هست و بیشتر داره جنبه حمایت از حالا خانوم ها، زنانی که خیلی اتفاقات خوبی رقم زدن، زنانی که مقاومت خیلی خوبی داشتن تو زندگیشون، حالا تو عرصه کار و اینا، بیشتر اومدن تو این زمینه ها دارن حالا قلم میزنن و نگارش میکنن. شما خودتون هم مدافع حقوق زنان هستین صادقانه؟ ببینید بله، همه هستن. چرا؟ ما دینی که من پذیرفتم، اسلامی که ما داریم، اگر نگاه کنیم از دید و از بود اسلامیش، حالا کار به بود حالا انسان دوستانه و بشر دوستانه، هر کی از نگاه روشن فکرا هم که ببینید، اکثرا همه دارن حمایت میکنن از زنان. اون دینی هم که من دارم، اون امام و اون پیغمبری هم که من قبولش دارم، همشون اومدن توصیه کردن که احترام به زن بذاری، احترام به حقوق زن بذاری، حمایت از زن بکنی. همه اینا از همه هم میدونیم و قبول داریم، ولی متاسفانه شاید از سالیان دور گونه دیگه‌ای برای ما رقم خورده تو ذهنمون و اگر دقت کنید ببینید دههای مختلف میگن زن سالاری بود، مرد سالاری بود، الان هم که دیگه کودک سالاری شده. حتی فکر کنم شما هم چون در حال حاضر خودتون که فرزندتون دختر خانم، من یه دختر خونده هم که میشه گفت الان دارین، فکر کنم خیلی ارقی دارین روی دخترها به خاطر دو فرزند دختر. بله دقیقا. میگن حالا بین افرادی که حالا خیلی مذهبی هن، هیئتی هن، اینها میگن که حضرت رسول اینی که خیلی دوست داره بهش دختر میده. شما رو پس دوست داشته. تو این زمان فرصت هستش که میلاد دردانه فرزند آقا رسول الله خانم فاطمه زهرا رو به همه خانوما، به همه مادرها تبریک بگم و برای سلامتی همه مادرها انشاءالله توسل پیدا میکنیم به خانم فاطمه زهرا که انشاءالله همه مادرها سلامت باشن. اونایی هم که تو این دنیا دستشون کوتاهه، انشالله اون دنیا که دعاشون به عرش میرسه برای ما هم دعا کنن، انشالله که بتونیم خدمت کنیم به مادرامون و پدرامون. دوست دارم که سوال یه مقدار خصوصی تر ازتون بپرسم. بهتون قول میدم که خانم رهنما این گفتگو رو تا روز زن در واقع نبینن. اولین کادوی روز زنتون میشه چی براشون تدارک دیدین؟ این دیگه خیلی خصوصی، زودتر گرفتیم با هم دیگه بودیم کادوی روز زنشون رو. از قبل خودشون چون من میدونستم، نه چون خودشون، ما مشهد بودیم، یه حالا موردی بودش که ایشون خیلی دوست داشتن،
چون عاشق طلا جواهرن تا اونجا که من به عنوان دوست میدونم. تو همین زمین هست. اومد یه فیروزه خالص بود از نیشابور گرفتیم که داره یه شناسنامه و سرتیفیکیتی هستش که حالا زودتر از این حرفا ما مشهد بودیم توی این ایام اونو به مناسبت کادوی روز زن برایشون گرفت. شما هر دفعه که میریم مشهد از همون مشهد اول که برای عقد رفتین مثل که از این کادوها میدیم. بله دقیقا. ما هم با شما مشهد همسفر بشیم. حتما انشالله خوشحال میشیم باعث سر. توی این چند ماه اتفاقا حالا گفتیم مشهد، ما هی میبینیم که شما به مناسبت‌های مختلف مشهدی. مشهد برای شما و بهار جون معنای خاصی داره. این علاقه به مشهد چیه؟ داستانش که شما در واقع توی این چند ماه بارها مشهد رفتین و برگشتین. بارگاه آقا علی ابن موسی رضا شمس الشموس، حالا هر کی به هر نیتی که وارد میشه مطمئناً حاجتشو بهشون میدن. ما بحث الان و امسال و پارسال نیست، سالیان ساله خدمت آقا امام رضا میرسیم. نه تنها من بلکه تمام ایرانی ها این ارقو دارن خدمت آقا امام رضا. ما الان چند سال هم هست که تو مجموعمون یه قراری گذاشتیم با همکارامون که پایان هر سال برای 28 اسفند هر سال ما برای تشکر و قدردانی از لطفی که امام رضا به ما و مجموعمون داشته خدمت آقا امام رضا میرسیم، به پابوسشون میریم و تشکر میکنیم. این سالیان ساله که ما اینو داشتیم و همه ایرانی ها این عرقو دارن. حالا هر کی به هر نوعی، شاید یه نفر راه دور سلامی هم عرض میکنه خدمت امام رضا مطمئنا لب بکشه میشه. شما رو خیلی میطلبن، ما رو انقدر نمیطلبن. واقعیت خواستن توانستن، ولی حالا شرایطی که فعلا برای من مهیا شده دلیلش هم این هستش. البته همسرتون هم چون اسبابش آقا امام رضا شدن و مشهد آشنایی شد، فکر کنم دیگه علاقه دوچندان شده. دقیقاً همینطور هست. ما هر دفعه که میریم، حالا سالیان قبل که ما میرفتیم نگاهمون یه طوری دیگه بود، الان که داریم میریم همش خاطره ای که حالا اونجا بودیم و رفتیم این صحنه، تو این صحنه اینجا، همه این صحنه ها تو ذهنمون باز میشه که تو این صحنه رفتیم عقد کردیم، اینجا رفتیم این کارو کردیم، همیشه برامون باز میشه. و محبت امام رضا نسبت به من و خانم رهنما ظاهرا خیلی زیاده و من به مورد لطف و عنایت ایشون هستم. انشالله که همیشه لطف و عنایتشون شامل همه ما و شما هم باشه. آقای عباسی خیلی ممنونم که یک بار دیگه با ما صحبت کردین تو تیوی پلاس، باعث افتخارمونه. متشکرم. خواهش میکنم. منم خیلی خوشحال شدم. امیدوارم که همیشه موفق و معید باشید. شما همیشه توی نمایشنامه هاتون و توی تئاتر هاتون هم خیلی دغدغه زنان رو دارین، توی کتاب هاتون هم به همین شکل هستش، یعنی همیشه محوریت موضوع زنان هست. چرا اینقدر دغدغه زنان؟ چرا مسائل دیگه اینقدر شما رو به سمت خودش نمیکشه؟ ببینین، شاید توی مثلا جهان پیشرو و مترقی دیگه بحث جنسیت بحث مطرحی نباشه. ما خیلی فراجنسیتی میبینیم که هنر داره حرکت میکنه، ولی هنوز در سرزمینی مثل سرزمین من به دلیل اینکه زنها حقوق اولیه‌شون رو، خیلی از حقوق اولیه‌شون رو در واقع بهش نرسیدن، فکر میکنم که هنوز جای صحبت هست در مورد زن بودن. من اصلا مرد ستیز نیستم. مثلا خب امشب دیدیم پدر من جزو حامیای اصلیم بوده، همیشه کنار مردهایی که در زندگیم، حالا داییم بوده، برادرم بوده، همسرم بوده، آدمایی مثل فریدون عموزاده خلیلی که استادم بوده، خیلی استادای دیگه هم، خب رشد کردم و اصلا حس مرد ستیزی درم نیست، ولی از این زنانگیه و از این جهان زنانه حرف دارم و دلم میخواد که زنهای قوی تری داشته باشیم. خیلی دلم میخواد. من یکی دو ساله که به صورت رسمی استاد دانشکده هنر و معماری هستم و
تو دانشگاه وقتی درس میدم میبینم که چقدر دخترای ما، دخترای جوون که بعد الان بهترین و خوشحالترین اوقاتشون داشته باشن، چقدر ناامیدن از زندگی، چقدر بی انگیزن. حتی من یه ستونی دارم توی روزنامه مینویسم که راجب آرزوهای دخترای جوونه و خیلی هاشون واقعا سانجو آرزوی ندارن. اینه که تمام اینها خب برای من در سرزمینی زندگی میکنم که هنوز حرف زدن از زن بودن به نوعی جرم به حساب میاد و این کتابو شاید خیلی از ناشرها قبول نمیکردن که چاپ کنن و با مشقت بسیار به مرحله چاپ رسید به اهتمام آقای رئیس‌دانا که خودش واقعا برای زنانگی احترام زیادی قائله. میگم بهترین تعریفی که آقای رئیس‌دانا از زنهایی که دوستشون داره و در واقع تحسینشون میکنه حضور اجتماعیشون بهشون میگه مادر ایشون. آره واقعا چیز قشنگه. امروز مادر رو به شما، به مامانتون، مامان دوستام، همکارام، هر کسی که برنامه و در واقع مصاحبه منو میده تبریک میگم و امیدوارم که حضرت زهرا نگهدار و در واقع حمایت کننده مادرهای ما باشه. خدا مامانایی هم که رفتن رحمت کنه. دوستای زیادی دارم که ماماناشون به رحمت خدا رفتن و این کتاب تقدیم به مادرها در روز مادره. چون بحث حقوق زنان شد، یه موردی رو این اواخر خیلی شاهدش بودیم. حالا شما تو فضای مجازی خب همیشه فعال هستین، در واقع توی اینستاگرام، توی توییتر، خیلی توییت‌های شما رو فالو می‌کنیم، عکساتون رو می‌بینیم. به خصوص بعد از ازدواج دومتون خیلی با شما سر شوخی باز شد و خیلی‌ها حالا انتقاد داشتن که چقدر همه زندگیتون می‌ذارین. بعضی طنز پردازا با شما شوخی کردن، البته حتما قصدشون شوخی بوده، گفتن ایشون دارن مستند زندگیشون رو برای ما می‌سازن. می‌خوام بدونیم که چرا اینقدر شما توی جامعه‌ای که همه می‌خوان همه چی رو پنهان کنن و تعارف دارن و چند چهره دارن، واقعاً این همه روراستی و این همه راحت بودن از کجا میاد؟ شما هیچ وقت نمیترسین که براتون مسئله ای درست بشه؟ اصولا این روشی که من در پیش گرفتم ممکنه یه ذره روش ترسناکی به نظر بیاد، ولی من کاملا هدف دارم از این موضوع. من به اندازه کافی توی 24-5 سالی که بازیگری کردم دیده شدم و میل به دیده شدن چیزی نیست که دیگه مثلا به خاطر این موضوع بخوام جایگاهی رو پیدا بکنم. میتونستم خیلی کارهای دیگه بکنم برای اینکه حالا حتی بیشتر اگر میخواستم دیده بشم. که کما اینکه آدم مثلا وقتی مینویسه و سنش بالای 40 میره، واقعا انصافا میلش به کمتر دیده شدنه، یه خلوتی رو آدم میخواد. ولی مرور زمان و شاید این تصویر رو 10 سال دیگه ببینین و ثابت میکنه که من کاملا هدفمند ساناز جون این کار کردم، برای اینکه با یک جامعه زن ستیز مواجه شدم که صحبت از زنانگی و خوشحالی دیدم جرمه و گفتم که حتی به قیمت اینکه حالا 4 تا آدم نادان بخوان مسخره کنن یا 4 تا دوست بخوان طعنه بزنن، حالا چه از این ور از نادانی، چه به هر حال از وجه دوستی هم و ماها روزنامه، یعنی من چون کار روزنامه نگاری هم 15 ساله میگم، خب میدونی با هم دیگه شوخیایی هم داریم، اونا ناراحت هم نمی کنه. حتی اون نادانایی که میان مثلا چیزای توهین آمیز می نویسن ناراحت هم نمی کنه. من کاملا هدفمند این کارو می کنم و مطمئنم 10 سال دیگه ما یه نسلی رو خواهیم داشت که خیلی جرأت بیشتر حرف زدن از خوشحالیش، از زن بودنش، از عاشق شدنش، از خوشحال بودنش داره. و این که اصلا این مرثی سرویی که بین در واقع آدمای هنری رایج شده که انگار که هر کی غمگین تره یا مغموم تره یا کلاس تره، آره مثلا هنرمند تره، این من مفهوم اینو نمیفهمم. یه جایی از زندگیم حالا چون روش هایی که مربوط به انرژی های انسانی هم هست و دنبال میکنم، کار میکنم و در واقع رشته هم که دارم ادامه تحصیل میدم علوم ذهنیه، یه جایی تو زندگیم متوجه شدم که چقدر نشر شادی ثواب داره و چقدر نشر شادی حال شهر رو بهتر میکنه. اینکه تو حال خوبی اگه داری، تو اون لحظه با دخترتی، تو اون لحظه داری یه قهوه میخوری، نه کنار خیابون وایسادی مثلا یه دوتا گنجش کنارت هستن، اون حال خوب رو تسری بدی برای این شهر و برای این قشر عظیم دخترای جوان ناامید واقعا واجبه. آدم ساناز جون میدونین من واقعا مرستیز نیستم، ولی ما میبینیم چه توی جامعه هنری چه توی جامعه خودمون، حالا دوستی هم که پشت دوربین هستن آقای جوونی هستن، واقعا من قصد جسارت به هیچ مردی رو ندارم. مردای خیلی مهم و خوبی توی زندگیم راهنمام بودن، مثل پدرم دکتر ملک منصور اقصا، آقای گل مکانی، خیلی زیادن اگه بخوام اسم ببرم، آقای دکتر مصطفی استاد دانشگاه، خیلی ها. ولی
واقعیت اینه که سوال من اینه که چرا اگر یه مردی ازدواج سوم و چهارم میکنه، یا چرا اگر یه مردی حالا به حسب اتفاق تفاهم داره با یه خانم بسیار جوونی، مثلا تجدید فراش میکنه یا دیده میشه، از طرف همه مورد تشویق حتی قرار میگیره و چه حتی خانم های اطرافش احترام بهش میگذارن و هیچ کس جرئت نمیکنه که بگه که مثلا تو این سن زندگی رو دوباره شروع کردی، یا چرا مثلا پارتنرت یا همسرت مثلا چرا اینقدر مثلا از تو جوونتره. ولی ما زنها مرتب در مزان قضاوت در واقع جامعه هستیم و میخوام اینو بگم که من مرد ستیز نیستم. من بحث خیلی مهم و مفصلی دارم، حالا چون رشته حقوقم خوندم، در مورد خشونت زنان علیه زنان. من یکی از نمایشنامه‌ام و یکی از کتابام که یکی از داستانام که در واقع ترجمه‌ام شده به زبان انگلیسی و ایتالیایی، اسمش هست تو خفه میشی یا من، که نمایشنامه‌اش بود تو دهن تو من یا من، که داستان خیانت دو تا دوست زن به همه، دو تا دوستی که از بچگی با هم بزرگ شدن. اون بحثی که عنوان کردم که چرا ما دخترای جوونمون این تعلیم رو نمی‌بینن که واقعا زندگی مشترک حرمت داره و وارد زندگی مرد زن دارنشن. خیلی ها اینو تسری دادن، گفتن این به خودت مربوطه. گفتم نه، من به عنوان وقتی من حقوق خوندم، به عنوان فعال حقوق زنان، من خب این مسئله رو واقعا نداشتم، ولی اینقدر کنارم میدیدم، اینقدر میدیدم و دوستایی که حتی من از دستشون میدادم، برای اینکه میدیدم توی زندگی آدم متأهله و من جای زن اون آدم رنج میکشیدم و مجبور شدم دوستیمو با اون خانم قطع بکنم. یعنی اینا اینقدر تکرار شد که فکر میکنم این جامعه نیاز داره که یه کمی به زنها جرأت داده بشه و یه ذره بگیم که ما زنها هم امکان داره دوباره عاشق بشیم، امکان داره دوباره زندگیمون رو شروع بکنیم و جرأت کنیم که بگیم که خوشحالیم و حقمون هستش. امیدوارم میگم جا بیفته. هر اتفاقی از این گونه احتیاج به تاوان دادن داره. امیدوارم فقط تاوان باشه و قربانی نداشته باشه این موضوع، ولی من پاش وایسادم و خودم خیلی کمکم کرده. چون اصلا همین که تو خیابون یه خانومی جلومو میگیره، یا مثلا جاهای عجیب غریب سانازجو خدا شاهده که مثلا پیش اومده که مثلا یکی دنبالم کنه خانم منو، مثلا این دقیقه بعد مثلا میگه بخش من خب به خاطر مشکل کمردانم خیلی سختم طولانی وایسادم برام، مثلا میگه مردو نمیتونم باهاتون عکس بگیرم، میگه مثلا نه عکس میخوام نه امضا میخوام، فقط میخوام بهت بگم که این کاری که تو کردی باعث شده که من امید به زندگی پیدا کنم، من دوباره مثلا پاشم رژ لب بزنم. یکی میگفت من دوباره دانشگاه دارم امتحان میدم تو 50 سالگی، و اینا جوابشه دیگه. به نظر من خیلی اگه اون کفه تمسخرها یا تنهایی دوستانو بذاری و اتفاق فرهنگی که داره میفته، این کفه خیلی بهانشون چون مشکل کمردندم داریم. من خیلی سرپا نگه. آخرین سوالم فقط اینه، روز مادر 2 روز دیگه هستش، امسال شما سال 96 براتون خیلی سال خوبی بود، ازدواج کردین، موفقیت‌های کاری مثل همیشه ادامه داشت، خیلی لاغر کردین، سال دیگه ماشاءالله 1000 ماشاءالله 42 کیلو واقعا تشویق داره. میخوام بدونیم که سال دیگه روز مادر بعد تولد بچه جدیدم جشن بگیریم، ممکنه یه بچه دیگه هم به شما روز مادر رو تبریک بگه؟ واقعا نمیدونم، چون هم من بچه دارم هم همسرم هیچ به قول فرنگی یا پلن خاصی برای این موضوع نداریم و بهش فکر نکردم، ولی واقعا همیشه برام مادر شدن وسوسه جالبیه. منطقه اینقدر کار دارم، یعنی الان ادامه تحصیلم برای دکتراست، ادامه تحصیل که جزء ثابت زندگیتونه، همیشه در حال ادامه تحصیل، نمایش نامه به روی صحنه بره، رمان جدیدم نوشته بشه، که واقعا فکر میکنم یه کمی وسط این برنامه ها بچه همه چی به هم میریزه، ولی در این مورد واقعا سپردم به خدا، ببینیم چه اتفاقی میفته. انشاءالله که خیره. پیشا پیش روز زنم بهتون تبریک میگیم. ممنونم که یه بار دیگه به بنده اعتماد کردین، در خدمتتون باشم. بعد شیرین صحبت میکنیم و چون خودت هم جزء فعالین حقوق زنان هستی، برام خیلی همیشه جالبه که باهات وارد گفتگو بشم. خیلی ممنونم، لطف دارید. از همتون روزتون مبارک خانمای ایرانی.